بالا میاد. خداوند بزرگ، سلام به شما معصرین گرامی، بیننده‌های محترم. در این درس به شما یکی از اصطلاحات دیگه‌ای که در گرافیک زیادتر استفاده میشه به نام هالف تون یا نیم سایه هستن. تصویری که از ترام یا موپیکسل ها یا نقطه ها که جور شده تشکیل شده برای چاپ افست مناسب است. برای ایجاد تصویر نیم سایه از صفحات خطوط متقاطع استفاده میشن تا تصویر با تیرگی ها و روشنی های متنوع مانند یک عکس به ساختار متشکل از نقطه تبدیل شد. این نقطه دو خوبی دارد. وقتی که شما این نقطه ها را مد نظر میگیرین، هر از گاهی دستگاهی هستند که این نقطه ها را سوراخ میکنه. این نقطه ها را وقتی که سوراخ کرد، اون نقطه ها جایی که سفید است سوراخ شده. مثلا شما در روی شیشه نصب میکنید، خصوصا شیشه بیرون، از بیرون داخل دیده نمیشه، ولی از این طرف و اون طرف دیده میشه، به دلیل اینکه تصویر قسمی ساخته شده که اون نقطه هایی که سفید هسته که سفید، اما این طرف که هسته رنگش برایت تر هسته. ما میتونیم که به اساس نیم سایه بعضی تصاویرهای خود ایجاد بکنیم. این نیم سایه ها یک کمک دیگه میتونه، خصوصا در کارهای طرح مثل قالین اینا که از اندازه ها خصوصا سوزندوزی اینا میتونه باشه. این یک نمونه از هالفتون ما به شما به معرفی گرفتم که در اینجا یک پیشک دیدین شما که مجاهایی که تاریک هسته بیشتر از او سیاهی استفاده شد، جاهایی که تاریک نیسته سفید هسته. ای بود هالفتون یا نیم سایه. هنر دیجیتال یا دیجیتال آرت چی هستند؟ با یک اثر هنری گفته میشن که از طریق دیجیتالی معمولا کامپیوتر خلق میشن. هر اثری که از طریق دستورالعمل های ریاضی و لوگاریتم های به دست می آیند یا می توانند تلفیق از یک اثر آنالوگ مثل یک عکس اسکن شده دستکاری های دیجیتالی باشند. در اینجا ما اگر مد نظر بگیریم، در این تصویر شما نگاه کنید، یک تصویری موتر است که میتونه از وکتورهایی که ساخته شده ممکنه اسکیت شده و این میتونه یک هنر دیجیتال باشه. دیجیتال آرت دنیای امروز استفاده خیلی زیاد داره، خصوصا در کار دیجیتال آرت یک بخشی از گرافیک هست. از طریق نرم افزارهای گرافیکی مختلف یا میتونه از طریق موسیقی الکترونیکی، عکاسی دیجیتالی و چاپ دیجیتال هم جزء این نوع هنرها محسوب میشن. هنر دیجیتال کم کم جایگاه ماندگار خود را مثل هنر کلاسیک در موزیم پیدا میکنه، بیشتر نزد موزیم های بزرگ جا میافتند. ما وقتی که دیجیتال آرت میگم با او هنری میگم که در واقع توسط دیجیتالی ساخته شده باشد. در اینجا اگر ما یک نمونه را برای شما اینجا نشان بدیم، در براوزر اینترنت شما ببینید چقدر آثار دیجیتال آرت یک خوبی داره که مثل قبلا با شما گفتم که یک بحث فوتو مونتاژ، یعنی مونتاژ میکنه از چند تصویر یک تصویر رو میخواد بسازه و میتونه که دیجیتال آرت انیمیشن ها باشه، میتونه که دیجیتال آرت یک اثر هنری پوستر، بیلبورد، بینر ها باشه. یکی از نمونه دیجیتال آرت اینی میتونه باشه، خیلی زیبا است. تمام تابلوها به خود یک رابطه داره، چندین تابلو ساخته شده در یک فضا، اینا یک رابطه مستقیم در بینش داره. یا میتونه که آب از این افتاده باشه در این قسمت. دیجیتال آرت در بخش ویدیو میشه، در بخش موسیقی میشه، در بخش گرافیک میشه، نقاشی میشه، دراوینگ، حتی بخش عکاسی، همه اینا میتونه یک اثر دیجیتال آرت یا اثر هنری را بیافرینه که یک نمونهش را به شما در اینجا به معرفی گرفتم. در اینجا تصاویر دیجیتال آرت میتونه از الستریشن باشه یا انیمیشن باشه که الستریشن قبلا با اصطلاحش آشنا شده بودین، کتاب های تصویری، یعنی در کتاب های داستان میخوایم اون داستان کرکترها را به تصویر بکشه، کومیک استریپ هم میگه و اون تصاویر میتونه یک دیجیتال آرت باشه. هنر دیجیتال یا میکس میدیا چی هست؟ دیجیتال میکس میدیا جمع لغت میدیوم است که میدیو همون کاغذ است، نقاشی برای نقاش برای نقاشی یا
گچی که برای پیکر سازی برای ساختن پیکر استفاده میشه. میدیوم همان ابزار مواد کار هم است، اما در این معنی وقتی شما یک هنر دیجیتالی رو با هنر دیگر در یک کار ترکیب میکنید و سر جدید خلق میکنید، دیجیتال میکس میدیا میشه. دیجیتال میکس میدیا، وقتی دیجیتال آرت گفتم تمام اثری که از توسط دیجیتالی تکنولوژی استفاده شده، کامپیوتر باشد، کامرا اینا باشد، اما وقتی دیجیتال میکس میدیا میگم یعنی هنر دیجیتالی یک کار ترکیب میکنه، اثر دیجیتال خلق میکنه. و دیجیتال میکس میدیا با یعنی وقتی که شما یک هنر دیجیتالی را با هنر دیگر مثل هنر دستی تلفیق میکنید، اون میشه هنر دیجیتال میکس میدیا. یعنی در این تصویر شما نگاه کنید، در چشم، چشم یک مقدارش کار طراحی دراوینگ است، کار شده، و دیگر قسمت هایش میتونه که با برنامه های گرافیکی ممکنه فتوشاپ یا ممکنه الستراتور این یک مقدار رنگ پاشده و تغییراتی که آورده و این اسکن کرده، این خود اسکن اینجا که فعلا ما میبینیم این میتونه یک هنر دیجیتالی باشه. مثلا ترکیب نقاشی دیجیتالی با عکس دیجیتالی، یعنی هر از گاهی که نقاشی را ترکیب نقاشی دیجیتالی را با عکس دیجیتالی یک جای میکنی، یا تصویر سه بعدی با یک اثر وکتور یا غیر این طبقه بندی جای میگیرد. یعنی دیجیتال میکس میدیا را وقتی که ما در تصویر عکس با تصویر از گرافیک ساخته شده، ممکنه او در برنامه های وکتوری کار گرفته باشن، او را که یک جای میکنیم یک تغییرات میره، میتونه دیجیتال میکس میدیا باشد. در اینجا یک نمونه بسیار خوبی دیجیتال میکس میدیا را ما به شما به معرفی بگیرم. یک نمونهش این هست، در اینجا نگاه میکنید، یک چهره یک خانم هست و در روی ازی به جایی که چشم باشه این یک منظره هست و در یک قسمت از یک کوه هست، احساس میشه که اونجا یک چشم هست فضا. این میتونه یک اثر خوبی دیجیتال میکس میدیا باشه که یک ایده بر شما داده میشه. یا نمونه دیگرشی که من برای شما یک دو نمونه رو ببینم، در اینجا هر از گاهی شما یک چهره یک نفر بریده شده و اونجا عکس یک ماهی هست، یعنی عملا از انگار فکر میکنه یک توته از ماهی بریده شده، یک ذهنیت برای آدم القا میکنه. این میتونه یک هنر دیجیتال میکس میدیا باشه، یعنی هنر دستی مثل میناتور اینا را وقتی ما با کار کامپیوتر فتوشاپ میکس میکنیم، او میتونه یک هنر دیجیتال میکس میدیا باشه. اینجا هست که تلفیق دو اثر باعث به وجود آوردن دیجیتال میکس میدیا. شما در این تصویر دیگه یک نمونه دیگر اما شما به معرفی میکنم، در اینجا یک نقاشی هستن، نقاشی که شما اینجا میبینین قطعا یک پورتریت هست، در روی از این گرفته اما چند تا برگ گیار توسط فتوشاپ آورده، این خودش میتونه که یک هنر میکس میدیا باشن یا دیجیتال آرت باشن. عملا خوب هستن که ما و شما یک نمونه از این کار بکنیم، یک تصویر بگیریم و استفاده بکنیم تا اینکه شما با هنر دیجیتال میکس میدیا یک کمی آشنا شید. یک عکس پورتریت، مثلا عکس پورتریت میگیریم، عکس پورتریت مثلا یک عکس پورتریت اینجا پیدا بکنیم، در اینجا ما وقتی که این گرفتیم و یک عکس گیار هم در کنار از اگر پیدا بکنیم، خب امیدوارم که عکس پورتریت کیفیت خوبتر داشته باشه. اونجایی با میان اگر ببینه در اینجا یک اثر میکس میدیا جور میکنیم، یک تصویر از اینجا را
تصویر اینجا را کار میگیریم به این شکل، عکس را سیو میکنیم. وقتی عکس سیو شد اینجا این باز میکنیم با برنامه فتوشاپ. با برنامه فتوشاپ که باز کردیم اینجا آمد، با قلم یا قلم انتخاب میکنیم. در اینجا ما می تصویر اندازش به این شکل در این قسمت آمدیم اینجا این را گرفتیم، میک سلکشن میگیریم، این را کت میکنیم. این شد کت. در این قسمت کت که شد ما کار ما یک مقدار خوبتر شد. پس یک تصویری از گیاه را میخواییم که در این کنار ازی بیاریم. مثلا در اینجا یک تصویر منظره و گیاه میتونه یک گیاهی خوبی باشه که زیبایی خاص خود داشته باشه. این گیاه رو میگیریم، این گیاه رو باز دوباره سیف میگیریم. در اینجا که سیف شد تصویری سیف شده رو ما روشه با برنامه فتوشاپ، بعد این گیاه رو به می قسمت زیر میبریم در تصویر قبلی خود در اینجا بارگذاری میکنیم. در اینجا میبینیم که تصویر ما یک مقدار کلان است، همین گیاه گل. شما نگاه کنید در اینجا میتونه که یک میکس میدیا باشد، به جای از او بودا یک گل کاشته شده، یک گل زیبایی است. این میتونه که یک میکس میدیا باشد. شما با ساختار میکس میدیا میتونید که انواع و اقسام اثرهای هنری را خلق بکنید و همچنین میتونید که آهنگ ها موسیقی اینا را میکس بکنید. با تلفیق دو اثر میتونه اثر دیجیتالی را با اثر هنری دستی یا مثلا با موبایل اینا یک جا کرد، میتونه میکس میدیا باشن. در این قسمت میکس میدیا قطعا یک بحثی بسیار کلان است، صرف به صورتی بسیار خلاصه به شما به معرفی گرفته. ما میکس میدیا های وقتی اینجا اگر یک نمونه بر شما نشان داده شد که شما نگاه بکن، تصاویر خیلی زیاد را کار شده به ساختار میکس میدیا. یعنی ممکنه او نقاشی باشه، ممکنه گرافیک باشه، ممکنه دراوینگ باشه. قبلا به شما گفته شد که شما کاملا ناشنا باشین، هر آنچه که با زغال، با پنسیل، با توباشیر، با قلم های نگاهنی ای که کار میشه این دراوینگ است، طراحی، رسم. و پرداز که داده میشه یک رقم، یک نوع ساختاره. این کدام از این نقاشی نیست؟ نقاشی یعنی رنگ، پینتینگ. ما در نقاشی هم رنگ قاشی رنگ روغنی داریم، اکریلیک داریم، رنگ پاستر کالر داریم که اینا هر کدامش میتونه رنگ باشه و میتونه نقاشی باشه. که برای ذهنیت در اینجا شما برای میکس میدیا تصاویر های خیلی زیاد را میبینین که هر کدام از این یک اثر میکس میدیا هسته. به طور مثال در اینجا یک ساختمان ها را میبینین، اما حالت یک هیولا را داره. هیولا به این که اینجا یک چلپاسه یا مثلا او تمساح باشه اینجا هم. اما خودش یک ساختمان را میتونه ارائه کنم. و تعداد میکس میدیا ها خیلی زیاد است. با آشنا شدن از این صرف یک دریچه باشه برای شما که بتونید که تمام اصطلاحات گرافیکی را آشنا شید. از سلسله مندی شما تا کنون در این درس تشکر میکنم. موفق و معید باشین.